تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم، هر آیه رو چند دقیقه صادر روان فشرده قطره ای تفسیر میکنیم. به جزء هشتم سوره اعراف آیه 52 رسیدیم. آیه رو بشنوید. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. همانا ما برای اینها کتابی آوردیم که بر اساس علم تفصیل دادیم، آگاهانه تفصیل دادیم، تا هدایت و رحمتی بر اهل ایمان باشد. حضرت امیر می فرماید که لم یعز احدم به مثل هذا القرآن. ما قرآن براتون فرستادیم. جئناهم بکتاب، کتابی بودیم، به کتابن. این به قول ما طلبا میگن تنوین وقتی نکره هست یعنی کتاب مهم. جئناهم بکتابن یعنی کتاب با عظمتی براتون فرستادیم. فصلناه علی علم، بر اساس آگاهی و علم، اونم علم بی‌نهایت، تفصیل دادیم. هدن هدایت میکنه و رحمتن سبب هدایت و رحمت است. لقوم یؤمنون، برای هر کس ایمان داشته باشه. وحی خدا بر اساس علم الهی است، علم به نیازها. هدایت هست برای قوم یؤمنون، اگه کسی بخواهد ایمان بیارد هدایت است. قرآن بارها گفته که این هدایت با ظرفیت هم داشته باشید، یعنی این موتور آب میکشه بالا، بشه که خود چام آب داشته باشه. اگر خودت شاه خوش باشه، قوی ترین موتورها هم بالاش بذاری، وصل به قوی ترین برق هم بکنی، چه آب نداره. لقوم یؤمنون، هدن للمتقین. جای دیگه فرمود لمن کان له قلب، هر که دل داره، هر که دل بده. لمن القسم، هر که گوش بده. القسم لقوم یسمعون، القسم کان له قلب، متقین یؤمنون. یعنی این کبریت بشه که خود شما بنزینی باشی. راجع به قرآن امیرالمومنین بارها در نهج البلاغه صحبت کرده، یه دو تا کلمه شو الان تو این دو سه دقیقه بخونم. میفرماد واعلم ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. قرآن خیرخواهی است که کلک نمیزنه. والهاد الذي لا يضل، هدایت میکنه، هدایتی که هیچ وقت خودش گمراه نمیکنه. والمحدث الذي لا يكذب، گوینده است که هیچ وقت دروغ نمیگه. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیاده او نقصان، زیاده في هدى او نقصان في عمى. هر که پل قرآن بشینه پا نمیشه جز این که چیزیش زیاد شده، چیزیش کم شده. هدایت و رشدش زیاد شده، نابینایی و نفهمیش کم شده. واعلموا انه ليس على احد بعد القرآن من فاقه ولا لأحد قبل القرآن من غنى. بعد از قرآن دیگه کم بوده نیست، قبل از قرآن غنای در کار نیست. فاستشفوه من ادوائكم واستعينوا على به علا فانه فيه شفاء من اكبر الداء وهو الكفر. قرآن شفاست، بالاترین دردها کفره. قرآن شفای از کفره، شفای از هرسه، سیمای از دنیا مجسم میکنه تا ما دیگه به دنیا نچسبیم، صحنه از چشم انداز آخرت ترسیم میکنه که ما از شکم و شهوت و مادیت یه خود بالاتر فکر کنیم، ما را از جمود به چشمنداز ابدی وادار میکند، ما را از مادیات به معنویات میبره، از ظلمات به نور میبره، از تفرقه به وحدت میبره، از شرک به توحید میبره، از سرقت به ایثار میبره. قرآن شفاست. این آیه که مورد بحثمونه، آیه 52 چی میگه؟ میگه ولقد جئناهم
آوردیم برای مردم به کتاب، کتاب مهمی، فصلناه و علی علم، آگاهانه با علم و آگاهی به نیاز شما این قرآن را تفصیل دادیم. هدن و رحمتن، هدایت است و رحمت، لقوم یؤمنون. شما هدایت رو از شرق و غرب نگیرید. اگر روانشناسا و جامعه شناسا کاری میتونستن بکنن، کشورهایی که دانشگاهاشون بیشتره راحت بودن. الان هر کشوری دانشگاهش بیشتره، آمار جنایتش بیشتره. پیداست علم بشر رو نجات نداد. الان حساب کنیم بچه های راهنمایی بیشتر نماز بخونن یا دبیرستانی؟ تقوا در آموزش پرورش بیشتر یا در دانشگاه؟ اگر در دانشگاه تقوا بیشتر بود، اگر هر طلبه با سوادتر بود، متقی‌تر بود، این پیداست علم نجات میده. اما گفتید نه، افرادی هستن سوادشون بالاست اما تقواشون خیلی بالا نیست. سوادشون کمه، پاکیشون بیشتره. پیداست علم به تنهایی کافی نیست. علم مفیده اما به تنهایی. عقل مهمه، ولی عقل مثل ترازوی زرگریه، در حد کشیدن طلا خوبه، هندونه نمیتونه بکشه. علم یه سری چیزا رو میتونه بفهمه. قرآن چشمانداز ابدی رو ترسیم میکنه، راه هم میگه، دروغ هم نمیگه، هدایت کننده که هیچ وقت گمراه نمیکنه. روز قیامت شافع و مشفع. شافع و مشفع یعنی در قیامت دو تا شافع داریم، یکی بعضی انسان ها، یکی بعضی از کتاب ها. بعضی انسان ها ممکنه شفاعتشون شامل حال افراد نشه، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اما قرآن شفاعتش برگرد نداره. شافع و مشفع، قیامت شفاعت بکنه، شفاعتش هم مورد قبوله. شفاعت کسانی میکنه که در دنیا با قرآن باشن. هر که در دنیا با قرآن بود، نه با قرآن یعنی برای رو کیف عروس و بالا سر مسافر و قسم و بکه یا الله و استخاره و کاشیکاری و سرامیکاری. قرآن نور باشه، نور ازدواج، چه انتخاب چه همسری، نور شغل چه شغلی، نور بیان چه جور حرف بزنم، نور فکر چه جور فکر کنم، نور قلب، نور قبر، نور قیامت، نور اقتصاد، نور حقوق، نور سیاست، نور تعلیم و تربیت. کسانی که از نور قرآن استفاده کنن، اونجا قرآن شفاعت میکنه. خدای تو به حق محمد و آل محمد از هر جهت قرآن را نور همه چیز ما قرار بده. آیه 52 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.